مخالفت ها با ترکیب شورای عالی مصالحه. رئیس جمهور پیشین کشور میگوید برای صلح به سطح ملی تلاش میکند و در تشکیلات حکومتی سهم نمیگیرد. این شخصیت های سیاسی که باید عضو شورای عالی مصالحه باشه، اینا کسانی است ممکن سر حکومت، سر رئیس جمهور ملاحظاتی داشته باشه، اما سر شورای عالی مصالحه قاعدتا نباید این ملاحظات موجود می بود. اما با حکمی که رئیس جمهور اعلان کرده، من فکر میکنم که بسیار از شخصیت های سیاسی مشارکت نکنه. متهم شدن رئیس جمهور غنی به ضایع کردن فرصت های صلح. کریم خلیلی رئیس پیشین شورای صلح میگوید طالبان قبلا به مذاکرات آماده بودند، اما رئیس جمهور غنی فرصت ها را ضایع کرد. با رهبری تحریک طالبان ملا هیبت الله اخوندزاده نامه فرستادیم و نامه‌اش هم پس دریافت کرد. آمادگی عام و تام خود اعلام کرد برای مذاکرات بین الافغانی. حیات مقدماتش هم هلمند آمد. مولای سراجی و مخالفت و حمایت ها از کاندیداتوری ترامپ در انتخابات آینده. صدها تن در شهر پورتلند با طرفداران ترامپ درگیر شدند. به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. من خاطر احمدی هستم با ادامه خبرهای این ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که برای صلح به سطح ملی کار خواهد کرد، نه در کدام چوکات حکومتی. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور همزمان با ادامه تلاشهایش به هدف تامین صلح در کشور از عدم اشتراک در چارچوب حکومتی خبر میدهد. در همین حال حزب اسلامی و برخی از جریان‌های سیاسی دیگر نیز با این تشکیل مخالفت نشان می‌دهند و می‌گویند که اعلام این گونه تشکیل از سوی رئیس جمهور غنی که اعضای بیشتر آن مقام‌های حکومتی‌اند، استقلالیت و مؤثریت این شورا را از بین می‌برد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز این ترکیب را ناقص خوانده و گفته است که سهم زنان در آن اندک است. پس از اعلام لیست 46 نفری شورای عالی دولت و شورای عالی مصالحت فرمان رئیس جمهور غنی، این ترکیب با واکنش‌ها و مخالفت‌های گسترده مواجه شده است. احزاب، شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی افغانستان با این ترکیب مخالفت نشان داده و آن را یک تشکیل حکومتی خواندند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تا اعلامیه گفته است که وی با تلاش‌های خود به سطح ملی ادامه می‌دهد، اما در هیچ چوکات حکومتی سهم نمی‌گیرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان سعی و تلاش‌های خود را به حیث یک تبع کشور عزیز برای صلح ادامه خواهد داد و برای رسیدن به این مرام ملی تمام قدرت و توانش را به کار خواهد برد، اما در هیچ تشکیل حکومتی سهم نخواهد گرفت. احزاب سیاسی و جریان‌های سیاسی نیز بر ترکیب اعلام شده شوراهای عالی دولت و مصالحه ملاحظات دارند. آنان شورای عالی مصالحه را بر اساس توافقنامه سیاسی یک بنیاد مستقل می‌خوانند و ترکیب اعلام شده کنونی تا حد بیشتر جنبه انتخاباتی دارد که متلفین سیاسی ارگ و مامورین حکومتی در آن شاملند. این شخصیت‌های سیاسی که باید عضو شورای عالی مصالحه باشه، اینا کسانی است ممکن سر حکومت، سر رئیس جمهور ملاحظاتی داشته باشه، اما سر شورای عالی مصالحه قاعدتا نباید این ملاحظات موجود می‌بود. اما با حکمی که رئیس جمهور اعلان کرده، من فکر میکنم که بسیار از شخصیت‌های سیاسی مشارکت نکنند. در این حال حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز قبل از ایجاد تشکیل شورای عالی تصمیم اعلام هر گونه هیئت و ترکیب را در بخش صلح مؤثر نخواند و با آن موافقه ندارد. اعضای این حزب میگویند تا زمانی که یک مرجع مقتدر و واحد برای تصمیم گیری ایجاد نشده باشد، در برنامه‌های ناکام حکومت اشتراک نمی‌کنند. جرگه صلح برگزار شد، ولی ما نتیجه از رو دیدیم که بر علاوه از این که بر صلح یک قدمی نبود که پیش بره مانع صلح شد، ما میبینیم که امروز مذاکرات بین الافغانی به تعویق مفته. ما مطمئن هستیم که این برنامه حکومت بازم یک برنامه ناکام است و ما هیچ وقت در برنامه ناکام حکومت تا وقتی شرکت نخواهیم کرد تا ای که یک مرجع واحد مستقل
و مرجعی که بتانند تصامیم خود را در افغانستان خودشان بگیرند و تصامیمشان قابل تطبیق باشد. ترکیب اعلام شده شورای عالی دولت و شورای عالی مصالحه از سوی ارگ در حال با واکنش ها و مخالفت ها مواجه می شود که قبل از این مذاکرات بین الافغانی و پروسه صلح به دلیل عدم رهایی زندانیان متباقی طالبان از سوی حکومت با تأخیر روبرو شده است. جمعیت اسلامی میگوید در شورای عالی مصالحه اشتراک نمی کند. جمعیت اسلامی بر رهبری صلاح الدین ربانی با نشر یک اعلامیه میگوید که در رابطه با درج نام رئیس جمعیت اسلامی در لیست شورای عالی مصالحه با آنان هیچ گونه مشوره نشده است و جمعیت اسلامی در آن سهم نخواهد گرفت. جمعیت اسلامی میگوید که موقف آنان در رابطه با صلح روشن است، از پروسه صلح حمایت کرده است، اما در رابطه با ترکیب شورای عالی مصالحه با آنان مشوره نشده است. کریم خلیلی میگوید طالبان قبلا به گفتگوهای صلح آماده بودند و یک هیئت آنان نیز به هلمند آماده بود، اما رئیس جمهور غنی آمادگی نشان نداد. کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی که در مراسم به مناسبت روز عاشورا سخنرانی میکرد گفت هنگامی که رهبری شورای صلح را بر عهده داشت طالبان یک هیئتشان را به هلمند فرستاده بودند. رئیس جمهور غنی آنگاه آمادگی نشان نداد و فرصت صلح را ضایع کرد. خلیلی بر استفاده درست از فرصت موجود صلح تاکید میکند و میگوید که اگر از فرصت کنونی صلح استفاده نشود جفای بزرگ در برابر افغانها خواهد بود و ممکن وضعیت بحرانی تر شود. در همین حال نمایندگان برخی از جریانهای سیاسی نیز اطمینان میدهند که در رابطه با روند صلح برای همکاری آماده میباشند و میگویند که جنگ جاری هیچگونه توجیه ندارد. کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی هنگام سخنرانی به نشستی که به مناسبت عاشورا در کابل برگزار شده بود گفت هر دو جناح باید در برابر پروسه صلح موانعی ایجاد نکنند و از فرصت کنونی که برای صلح ایجاد شده است استفاده نمایند. خلیلی میگوید هنگامی که مسئولیت رهبری شورای عالی صلح را بر عهده داشت ملا هبت الله رهبر طالبان برای نخستین بار هیئتی را به ولایت هلمند فرستاده بود تا با جناح افغان ملاقات کند، اما زمانی که وی این مسئله را با رئیس جمهور غنی شریک ساخت رئیس جمهور علاقمندی نشان نداد و فرصت مهم صلح ضایع شد. با رهبری تحریک طالبان ملا هبت الله اخوندزاده نامه فرستادیم و نامه‌اش هم پس دریافت کرد. آمادگی عام و تام خود اعلام کرد برای مذاکرات بین الافغانی، هیئت مقدماتیش هم هلمند آمد. مولوی سراجی در رأس هیئت مقدماتیش بود. این نامه را وقتی برای رئیس جمهور تمامی حرکت‌ها با مشوره آقای رئیس جمهور بود. آره رئیس جمهور گفت یک کار بسیار تاریخیه بود. ما هیچ آمادگی نداریم خلیلی. یک 20 روز ما را مهلت بده. 20 روز. نه تنها 20 روز ما جواب نگرفتیم که در یک سال هم جواب نگرفتیم. در یک سال. رئیس حزب وحدت اسلامی همچنان میگوید حکومت زمان پروسه صلح را به پیروزی رسانده میتواند که همه جناح‌ها را در نظر بگیرد. خلیلی میگوید از فرصت موجود صلح باید استفاده شود و اگر این فرصت ضایع شد جفای بزرگ با حق افغان‌ها خواهد بود و وضعیت بحرانی تر خواهد شد. او فرصت ساختندی این خطاب با آقای رئیس جمهور و حکومتی هاست. او فرصت که استفاده نکردی که به این روز گرفتار شدی، ولی نباید این فرصت از دست بدید که به مراتب بدتر از این وضعیت هم پیش خواهد آمد. بدتر از این وضع پیش خواهد آمد. از جانب مقابل ما می طلبیم که امروز هیچ گونه بهانه در ارتباط با ادامه جنگ خشونت، در ارتباط با ادامه رختاندن خون انسانهای مظلوم در افغانستان وجود ندارد. جنگ بعد خاتمه بعد بتن. کریم خلیلی رئیس حزب اسلامی وحدت اسلامی میگوید حکومت باید برخی رهبران سیاسی را به حاشیه پروسه صلح نکشاند، زیرا این کار اشتباه بزرگ حکومت افغانستان خواهد بود. خلیلی از طالبان، اقشار سیاسی و حکومت میخواهد که از فرصت کنونی صلح استفاده کنند. امروز که اراده ملی صلح میخواهند،
امروز که اراده منطقوی صلح میخواهم، امروز که اراده جهانی صلح میخواهم، امروز که دنیا همه با هم دست به دست هم داده در کنار ملت افغانستان برای ختم جنگ تلاش دارند، ما اگر از این فرصت استفاده نکنیم، قبول کنند که جفای در حق ملت افغانستان دارند. بحث رسیدن به صلح و قطع جنگ در افغانستان امروز به نقطه رسیده است که تا 10 سال، تا 5 سال، تا 15 سال پیش چون این بحث وجود نداشت. کریم خلیلی در حال حکومت را به ایجاد موانع در برابر صلح متهم می کند که حکومت قبل از آغاز مذاکرات بین افغانی شروط پی همه را پیشنهاد می کند که این کار روند رهایی زندانیان را به تأخیر انداخته و پروسه صلح را با سرنوشت مبهم روبرو کرده است. رئیس جمهور غنی میگوید آن وقت سپری شده است که یک اقلیت کوچک بر هر چیز حاکمیت داشت. رئیس جمهور غنی که در مراسم روز عاشورا سخنرانی میکرد جمهوریت را نظام تمام افغانها خواند و گفت آن زمان گذشته است که یک اقلیت بر هر چیز حکومت میکرد. رئیس جمهور غنی میگوید صلح معامله سیاسی نه بلکه به معنای پایان خشونت ها است و از جمله این خواست افغانها است که بر اساس آن باید خشونت ها به پایان برسد. در این مراسم سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از طالبان خواست که بیش از این بهانه جویی نکنند و به گفتگوهای صلح حاضر شوند تا در روزهای نزدیک گفتگوهای بین افغانی آغاز شود. رئیس جمهور غنی، دو معاون وی و شمار از مقامهای بلند رتبه دیگر حکومتی در مراسم عاشورا اشتراک کردند. رئیس جمهور غنی هنگام سخنرانی به این مراسم صلح را خواست دیرینه مردم افغانستان خواند که بر اساس آن خشونت ها به پایان میرسد. رئیس جمهور گفت صلح معامله سیاسی نیست و هیچ کس باید از این پروسه حراس نداشته باشند. امید مییز که ترس از صلح نداشته باشه و صلح مانایش کدام معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست. مانای صلح را از دیدگاه شهروند افغانستان ببینیم. هر زن و مرد افغانستان چی میخواه؟ ختم خشونت به صورت دوام دار. رئیس جمهور غنی بار دیگر بر جمهوریت تاکید کرد و گفت که جمهوریت نظام همه ادوای کشور است که به گفته وی آن زمان سپری شد که یک اقلیت کوچک بر هر چیز حاکم بود. معاون دوم رئیس جمهور در این مراسم گفت افغانها در دوراهی جمهوریت و امارت قرار دارند که به گفته وی مردم جمهوریت را انتخاب خواهند کرد. او دورانی که همه چیز گرد یک اقلیت کوچک و منافع از اونا میگشت او دوران گو خورده. جمهوریت نظام تمام مردم افغانستان است و نظام جمهوری افغانستان هر فرد افغان مساوی به فرد افغان دیگه میده. ما شما اما قدر با هم نزدیک هستیم و یک فخر بسیار بزرگ است منحصر به فرد دمی مملکت است که بین شیعه و سنی با تمام سرمایه گذاری های شمرگونه و یزیدگونه که شده بین ما شما کسی خط فاصل ایجاد کرده نتانست. سرور دانش بار دیگر از طالبان خواست که بیش از این بهانه‌جویی نکنند و وارد مذاکرات صلح شوند، اما طالبان گفتند که در صورت رهایی زندانیان متباقی این گروه وارد مذاکرات بین الافغانی می شوند. انتظار داریم که گروه طالبان نیز صادقانه در میز مذاکره حاضر شوند و ما در روزهای نزدیک آینده شاهد برگزاری مستقیم مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان باشیم. رئیس جمهور غنی در حال بر جمهوریت تاکید میکند که گفته میشود در مذاکرات بین الافغانی صلح در کنار آتش بس و مسائل دیگر بر چگونگی نظام نیز گفتگو خواهد شد. پیروان اهل تشیع روز عاشورا را در کابل و ولایات دیگر کشور تجلیل نمودند. در سال جاری نیز این مراسم چون سالهای گذشته با دادن خیراتها و نذر تجلیل گردید و این مراسم که امنیت آن را مردم گرفته بودند در فضای امن انجام شد. عالمان دین میگن که مسلمانان باید در روزهای عاشورا در کنار گرفتن روزه صدقه و خیرات نیز بدهند و این کار اجر فراوان دارد.
پیروان مذهب شیعه و مذاهب دیگر روز عاشورا را در کابل و ولایات کشور تجلیل نمودند. مراسم عاشورا در سال جاری نیز چون سالهای گذشته با دادن نذرها و خیراتها از سوی مردم برگزار شد. امنیت این مراسم که از سوی مردم آن گرفته شده بود در کابل و ولایات هیچ رویداد امنیتی رخ نداد. پیروان مذهب شیعه میگن که آنان تلاش میکنند تا این مراسم در فضای امن برگزار شود. ما با مو احترام از نویم شب شام غریبان داریم میبینین که خیمه جور کردیم، شام جور کردیم، با یاد بود از او شام چالان میکنیم. این شب از روز اول محرم شروع میکنیم تا روز 13 محرم. تا روز 13 مراسم ما سر زمین شیر آیتونگسا باز ما حتمان میتیم. باز همینجا تیغزنی میکنیم، دیگه مراسم نداریم. همینجا یک سینه زنی یک بار هم هستن. سر و سینه زدن به این معنی هست که ماتم صورت گرفته، بی‌عدالتی صورت گرفته. ابو عبدالله حسین کسی بود که در مقابل ظلم استادگی کرد، در مقابل یزید مقابله کرد با همراهش. روز عاشورا هر سال در افغانستان و جهان از سوی امت مسلمه و به گونه خاص از سوی پیروان مذهب شیعه طی مراسم خاص تجلیل می شود. عالمان دینی میگن همه مسلمانان باید در این ایام دعا کنند، روزه بگیرند و صدقه بدهند. بفرمایید چه زمال امت زنی نده کسان چه غوی پا وقت غم که خپل مخونه وحی یا خپل غارش کوي او یا ده جهالت ده زمانه په شکل سره چغی وحی. نو پا دیش پا رزو که زمان توسیه تو لحلت شو رونو تمداده چه باید سنت زمانگو تا سی روزه نیولدی، سی روزه و نیسو نو صدقات. به تاریخ دهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری در دشت کربلای عراق افراد خانواده امام حسین که وابسته به اهل بیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند با تعداد از هواخواهان امام حسین به شهادت رسیدند و پس از آن از سوی پیروان مذهب شیعه با برگزاری مراسم خاص تجلیل می‌گردد. محمد محقق میگوید هرگز اجازه نمیدهد که نظام افغانستان چون گذشته از هم بپاشد. محمد محقق که به هدف تجلیل از روز عاشورا به نشست سخنرانی میکرد گفت که جمهوریت خط سرخ افغان هاست و باید در مذاکرات صلح بر آن معامله نشود. وی میگوید نیاز است که مذاکرات هر چه زودتر میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود و هر دو طرف باید خواستهایشان را در مذاکرات رو در رو مطرح کنند. محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید افغان ها از هم پاشیدن نظام خاطره های تلخ دارند و باید تجارب دهه های گذشته دوباره تکرار نشود. محمد محقق که با یک نشست بزرگداشت مراسم عاشورا در کابل سخنرانی میکرد گفت جمهوریت خط سرخ مردم افغانستان است که در مذاکرات صلح باید بر آن معامله نشود. هیئت ما که میره از طرف جمهوری اسلامی افغانستان حرف بزن و هیچ گاهی حوادث تلخ گذشته‌ای که فروپاشی نظام باشه تکرار نخواهد شد. محمد محقق میگوید که حکومت افغانستان و طالبان باید هر چه زودتر برای پایان وضعیت حاکم وارد مذاکرات مستقیم شوند و مسائل موجود را از طریق گفتگوها حل کنند. وی میگوید هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان که قرار است به هدف آغاز مذاکرات صلح به دوحه سفر کند باید از جمهوریت دفاع کنند. صلح میکنیم هیئت های دو طرف بروند و روی مسائلی که فی مابین هست صحبت کنند، اما چیزی که برای ما خط سرخ است جمهوری اسلامی هست که ما از جمهوری اسلامی نمیگذاریم. رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید واقعه کربلا پیام بزرگی برای بشریت دارد و جهان اسلام باید اهداف و راه امام حسین را تعقیب کند. بشریت نیازمند راه و آرمان حسین است. پیامبرم فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة. حسین چراغ هدایت است و کشتی نجات است.
محمد محقق در مذاکرات بین الافغانی در حال بر حفظ جمهوریت تاکید میکند که طالبان از قبلا گفتند که حکومت کنونی را به رسمیت نمیشناسند و پس از تحکیم صلح باید نظامی ایجاد شود که همه اقشار ملت در آن شامل باشند. با ادامه خبرها خوش آمدید. در شهر پورتلند ایالات اورگان آمریکا تظاهرات گسترده بر ضد ترامپ صورت گرفته است. صدها تن پس از آن بر جاده ها برآمدند که کاروان صدها موتر کمپاین انتخاباتی ترامپ وارد این شهر شد. این کاروان حامی دونالد ترامپ به هدف یک نشستی که در رابطه با انتخابات آینده آمریکا پلان شده بود به شهر پورتلند آمده بود. معترضان خواهان حقوق سیاه‌پوستانند و اعتراضات آنان از چند ماه بدین سو برخلاف رفتار نادرست پلیس ادامه دارد. گفته می شود در برخی از مناطق میان هر دو طرف درگیری نیز صورت گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که حکومتش وضعیت بلاروس را قبل از انتخابات این کشور از نزدیک نظارت می کند. پوتین با اشاره به جنجال های ایجاد شده ناشی از نتایج انتخابات بلاروس گفته است که این موضوع داخلی مردم بلاروس است و مسکو توقع دارد که کشورهای اروپایی مانند آنان از مداخله در آن خودداری کنند. قبل از این رهبران برخی کشورهای اروپایی ابراز نگرانی نشان داده بودند که روسیه ممکن در هماهنگی با لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس نیروها را به این کشور بفرستد. مسکو انتخابات ماه جاری بلاروس را که الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور کنونی برای ششمین دور برنده انتخابات اعلام شده و رسمیت شناخته است، اما اتحادیه اروپا نتایج آن را نپذیرفتند. کشورهای اروپایی بر 20 مقام حکومت کنونی بلاروس به اتهام مداخله در انتخابات گذشته این کشور و سرکوب معترضان تحریم ها را وضع کرده است. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان هنوز هم در حال افزایش است. ارقام تازه پوهنتون جان هاپکینز نشان می‌دهد که تا روز یک شنبه شمار مبتلایان در سراسر جهان به این ویروس به 25 میلیون افزایش یافته است. اکنون بیشترین رویدادهای این ویروس در هند ثبت می شود که پس از چین بیشترین جمعیت جهان را دارد. تنها در 24 ساعت گذشته در این کشور 79 واقعه جدید مثبت ویروس کرونا به ثبت رسیده است. ممنون از توجهتان. به خبرهای این ساعت شبتان بخیر.